سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. پری هستم با یک دنیا تجربه در آشپزی و فودوفن در غذا هستم در خدمتتون. امروز طرز تهیه سوپ انار رو دارم که واقعا هیچی تو این سرما بیشتر از سوپ و آش به آدم نمیچسبه. از یک پیمانه کمتر برنج برداشتم، اینو شستم از قبل، 2-3 ساعت قبل خیس کردم با آب. نصف پیمانه هم عدس، 1 پیمانه آب انار، 2 قاشق غذاخوری کره و حدود 150 گرم من مخلوطی از پیازچه و جعفری و نعنای تازه دارم و 4 قاشق غذاخوری هم پیازدا، فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه لازم، 1 قاشق غذاخوری هم کشمش میخوام استفاده کنم برای تزیین. یه مقدار گوشت داریم که حالا به باب نیاز و سلیقه که هر چقدر که دوست داشته باشید. من از 200 گرم گوشت استفاده کردم، 1 عدد پیاز کوچی رو روش رنده کردم، 1 مقدار زردچوبه فلفل نمکم بهش زدم که اینا رو من با هم حسابی مخلوط کنم و به صورت کوفته قلقلی در بیارم. بریم که با هم مواد آماده کنیم عزیزم. در ابتدا من 4-5 پیمانه آب به قابلمه اضافه میکنم. آب که به جوش اومد این برنج رو اضافه میکنیم به قابلمه. برنج رو بذاریم که به جوش بیاد. از قلقلی ها به اندازه از 1 گردو کوچیکتر بردارید، اینو تو دستتون حسابی بچرخونید و صاف کنید، بذارید کنار. برنج که به جوش اومد در قابلمه رو میذاریم با شعله خیلی کم، یه مقدار برنج بپزه. دوستان 1 قاشق از کره رو اضافه میکنیم به تابه که ادویه‌جات رو سرخ کنیم. 1 قاشقش رو میذاریم برای سرخ کردن کشمش. من کشمش رو یه مقدار تو آب خیس کردم تا آب گرم که یه مقدار نرم بشه. نصف قاشق چایخوری من زردچوبه بهش اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری هم فلفل سیاه. نصف قاشق چایخوری نمک. ادویه رو سرتفت میدیم. دوستان من به تجربه خودم که پیازدا خیلی غذا رو خوشمزه میکنه، مخصوصا برای این سوپ. اما شما اگر پیازدا دوست نداشته باشید استفاده کنید یا در دسترس نداشتید، میتونید 1 عدد پیاز بزرگ خرد کنید نگینی به همین صورت و داخل روغن قبل از اینکه ادویه‌جات رو بریزید سرخ کنید، بعد ادویه داخلش داخلش تفت بدید. ولی من از پیازدا استفاده کردم که به خاطر اینکه این برشته و طلایی هستش خیلی خوشمزه میکنه سوپ و یه ذره به سوپ قوام میده. اینم آماده است. حالا من عدسم به برنج اضافه میکنم. این مواد سرخ شده پیازدا و ادویه‌جاتم به سوپمون اضافه میکنیم. من قلقلی ها رو بیارم اضافه میکنم. دوستان من قلقلی ها رو به این شکل در آوردم، داخل یخچال گذاشتم 10-20 دقیقه که خودشون رو کمی گرفت. الان آروم آروم به سوپمون اضافه میکنیم که اینا از هم وانرن. یه خورده کوفته قلقلی ها خودشون رو بگیرن داخل سوپمون. اگر احساس کردین که سوپتون غلیظ میشه میتونین 2 لیوان یا 1 لیوان آب جوش بهش اضافه کنید در عین پخت. در قابلمه رو بذارید با شعله متوسط 4-5 دقیقه اینو با هم بپزن. دوستان بعد از گذشت 4-5 دقیقه کوفته قلقلی ها خودشون رو گرفتن میبینین. الان ما شعله سوپ رو کم میکنیم، میذاریم با حرارت ملایم به مدت 1/2 ساعت مواد با هم بپزن. بعد از 1/2 ساعت میبینیم که سوپمون رقیق شده، تقریبا جا افتاده. من الان سبزی رو بهش اضافه میکنم. دوستان یه مقدار آب جوش به سوپمون اضافه میکنیم. نمکش هم الان بهش اضافه میکنیم. سوپ رو بذارید به مدت 15 دقیقه با حرارت پایین بپزه سبزی ها و بقیه مواد مقدار. خب به به عجب سوپ شده، حاضر آماده. دوستان این سوپ خیلی خوش عطر و بو هستش به خاطر نعنای تازه‌ای که بهش زدم و پیاز. چه خیلی سوپ خوش عطر و بویی هستش. عزیزان اگر شما نعنای تازه در دسترس نداشتید میتونید از نعنای خشک استفاده کنید. 2 قاشق چای خوری. الان من آب انار رو بهش اضافه میکنم. در این 4-5 دقیقه پایانی یه قولی هم با آب انار بخوره دیگه سوپمون آماده است. این سوپ خیلی لذیذ و خوشمزه است.
تابهی که پیازا رو سرخ کرده بودیم با زردچوبه فلفل سیاه یه قاشق باقی مانده کره رو بهش اضافه میکنیم که یه مقدار این کشمش ها رو یه سر تفت بدیم. کشمش ها رو در حدی تفت بدید که کمی نرم بشه و شفاف. دو دقیقه دیگه کافیه. دوستان به باب سلیقه و ذوق خودتون، شما اگر دوست داشته باشین کشمش بیشتری هم میتونید استفاده کنید. دوستان سوپ خوشمزه یلدایی ما آماده است، بریم که سرو کنیم. دوستان عزیز، سوپ انارمون آماده شد به همین سادگی، به همین راحتی، به همین خوشمزدگی. فقط میتونم بگم که امیدوارم که شما این پیش غذای محشر و معرکه رو، این سوپ خوشمزه رو درست کنید برای شب یلدا و دوستان و آشنا و خانواده رو خوشحال کنید. امیدوارم که لایک و سابسکرایب کنید. دوستتون دارم مثل همیشه و شما رو تا ویدیوی بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدار دوستان.